سلام دوستان عزیز. خب من امروز دعوت شدم از طرف سرکار خانم دکتر زکریایی که الان تماس بگیرم با تلفن، برنامه زنده تلویزیونی دارم. من خودم در جریان نبودم، نگاهم به من تماس گرفتن و من میخواستم زنگ بزنم بهشون، سوالاتی اگر دارن یا مواردی هست باشون صحبت کنم و شما هم بتونید همزمان برنامه رو داشته باشید. به قول معروف مالتی پرپس دیگه، همزمان دو تا کار رو با هم انجام بدیم. من با اجازهتون تلفن رو میگیرم و بعد که دارم با ایشون صحبت میکنم حتما اگر نکاتی باشه شما داشتید من سعی میکنم پاسخ بدم. خب من یه لحظه شماره ایشون رو بگیرم چون امریکا هم هستن. امیدوارم که خطا شلوغ نباشه و سریع جواب بدن و بنده هم بتونم، ضمن اینکه با سرکار خانم دکتر زکریایی به صورت زنده تو برنامه تلویزیون صحبت میکنم، پاسخگوی سوالاتی باشم که احیانا ممکن سوالات شما هم باشه. خب درود بر شما، بهبهانی هستم از استرالیا با سرکار خانم دکتر زکریایی. قربونی شما، خواهش میکنم. خواهش البته ببخشید شما صدای خانم دکتر زکریایی رو ندارید، ولی برنامه زنده شون رو بعد براتون میفرستیم و سعی میکنیم که ریکورد کنیم و ارسال کنیم. فقط پاسخ سوالاتتون رو الان میدم خدمت شما هم بتونید. خب درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شما. سال نورم خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال جدید سال خیلی خوب و سرشار از سلامتی باشه برای همگی. قربون شما، من در خدمتتون هستم دکتر. بله حتما، با افتخار. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. اگرچه خب ما تو این سالها با محبتی که شما داشتید بارها راجع به دمودکسا صحبت کردیم، ولی واقعا مسئله‌ای که ازش غفلت شده و کماکان من فکر میکنم که در سراسر دنیا یک مسئله‌ای که تا یه حد زیادی ناشناخته است یا اهمیت بالایی که این مسئله داره رو بهش واقف نیستن. خب این فرصت خیلی خوبیه با در حقیقت محبتی که شما دارید ما این اطلاع رسانی رو داشته باشیم که همه ما انسان‌ها، همه انسان‌های روی کره زمین در حقیقت در زیر پوستشون، در زیر فولیکل‌های مو، ریشه مو و غدد چربی پوستشون جانورهایی زندگی می‌کنه به نام انگل‌های دمودکس که خب در گذشته بارها صحبت شده، ولی همونطور که عرض کردم میشه گفت که اکثر غریب به اتفاق جهان ازش تقریباً بی اطلاع و غفلت شده. این جانورها وقتی تراکمشون زیاد بشه، آمارشون زیاد بشه، میتونن بسیاری از مشکلات پوستی رو تشدید بکنن و یا خودشون در حقیقت منشأ اصلی عارضه‌های پوستی باشه که در علم پزشکی متاسفانه براش راهکاری پایدار وجود نداشته. آنچه که به هر حال ما بهش داریم در موردش صحبت میکنیم، وجود این انگل‌ها مهمانان ناخوانده‌ای که در زیر پوست ما هستن با بیماری‌های پوستی مثل آکنه، روزاسه، خارش‌های پوستی، ریزش مو، گلمژه یا بلفاریت، درماتیت صبوره و خیلی زیاد به هر حال موارد بسیار متعددی هست و عدم توجه به وجود این انگل‌ها در حقیقت باعث میشه که کسی که با یک مشکل پوستی مواجه هست، اگر تراکم این انگل‌های دمودکس در پوستش زیاد باشه و به اون توجه نکنه، نتونه مسیر صحیح رو برای بهبودی پیدا بکنه و حتی ممکنه که مشکلش در دراز مدت بیشتر بشه. این یه خلاصه بود و خب آنچه هم که ما در سال 2012 مفتخر به کسب جایزه بهترین اختراع سال شدیم بابت ابداع و ارائه محصولاتی است که محصولاتی که پایه گیاهی و طبیعی داره و با رعایت یک سری دستورالعمل‌ها که ما به عنوان پروتکل ازش اسم میبریم میتونن بدون هیچ گونه عوارض جانبی از شر این انگل‌ها راحت بشن، این آفت‌های زیر پوست رو برطرف بکنن و در نتیجه بهبود و سلامتی پوستشون رو، شادابی پوستشون و زیباییشون رو بتونن یا کنم. این من فشرده گفتم، زیاد وقتتون رو نگیرم، میدونم آخرهای برنامه‌تون هست و وقتتون زیاد گرفته نشه. بسیار جانم،
نه نه سوال خوبی فرمودی، نه تنها از بین نمیرن بلکه لذت میبرن. اینها در حقیقت از محیط گرم، یعنی با اون آب جوش که قطعا به پوست حالا آسیب میرسونه، میتونه در حقیقت عوارض جانبی خودش داشته باشه که توصیه نمیشه هرگز. اما به طور کل اینها در زیر ریشه مو و فولیکل های مو زندگی میکنن و حتی محیطی که ما یعنی پوست سطح پوستمون گرم بشه بسیار برای تکثیرشون مناسب تر میشه. ما سعی میکنیم با یک روش بسیار معقول و منطقی و بهداشتی محیط پوست رو محیط نامناسبی برای رشد و نمو و اونها بکنیم، در حالی که آب جوش و آب گرم برعکس عمل میکنه. شاید میشه گفت برعکسش یه مقداری کمک میکنه، یعنی ما اگر بیایم پوستمون رو ابتدا با آب ولرم و آب گرم تمیز بکنیم و در نهایت در پایان قبل از اینکه از حمام خارج بشیم یا قبل از اینکه حالا داریم در حقیقت صورتمون رو میشوریم دست بکشیم، حتما با آب سرد آب کشی بکنیم، برعکسش بیشتر کمک میکنه. یعنی در حقیقت محیط سرد باعث میشه که یه مقداری شرایط برای رشد و نمو و تکثیرشون کمتر بشه، ولی هیچ کدوم اینها به تنهایی کافی نیست. حتما لازمه که سلسله مراتب و دستورالعمل ها و محصولات همزمان استفاده بشه تا شر این انگل ها کنده شه، چون اینها برای خودشون یه کامیونیتی دارن، یعنی برای خودشون نوه و نتیجه و در حقیقت یک پوست ما رو به عنوان در حقیقت یک فضایی یک مکانی در نظر گرفتن، دارن برای خودشون رشد رو مفت میکنم. باید با تدبیر و با متد صحیح با اونها مبارزه کنیم. خواهش میکنم. بله. قطعاً دقیقاً یکی از اتفاقاً دقیقاً پاسخ مثبته و اتفاقاً یکی از مسائلی که شرایط مقابله با اینها رو سخت‌تر می‌کنه همین مسئله است. یعنی وقتی که ما می‌خوابیم دمودکس‌ها از سطح پوست شب‌ها چون فعال‌تر هستن و از نور سعی می‌کنن که در حقیقت دوری کنن، بهترین زمان فعالیت اونها شب‌ها هست، بیشترین فعالیتشون شب‌ها از میان سطح پوست هم برای جفت‌گیری هم برای تغذیه به راحتی میان رو روبالشی ما. حتی اگه روبالشی ما تمیز باشه و قبلا هم شسته باشیم، باز این دمودکس ها میان رو روبالشی و احتمال انتقالش به سایر نقاط بدن خودمون یا حالا همسرمون یا هر کسی هست. بنابراین هر وسیله که با پوست ما در ارتباطه، مال مثل شالگردن، روسری، نمیدونم روبالشی، هر چیزی، دمودکس ها در اونها منتقل میشه. مخصوصا از همه بدتر هول است، جایی که هم یه مقدار رطوبت داشته باشه و چربی داشته باشه، تا 52 ساعت میتونن اینا تو حوله زنده باشن و حتی با شستن حوله هم اینها از بین نخواهند رفت. بنابراین کار رو سخت میکنه. برای اینکه شخص بخواد دمودکسی که روی روبالشی و حولش هست از بین ببره، باید حتما این رو در مقابل نور خورشید قرار بده یا برای چند روز به حال از اون استفاده نکنه، چون شستن خوبه ولی کافی نیست. بنابراین بله، پاسخ مثبته و حتما لازمه و همین دلیل ما یک محصول اصلی مجموعه خانواده محصولات ما به نام اسپری پرودمیدکس تریتمنت یا PDT به همین منظور در حقیقت تولید شده که همزمان هم روی روبالشی قابل استفاده است و حوله و وسایل شخصی مثل برس و غیره و هم بر روی پوستمون که دمودکس ها رو در هر جایی چه داخل پوست باشن، یعنی در سطح پوست باشن، چه بر روی وسایل شخصی از بین ببره. دقیقاً به دلیل اینکه این اسپری علارغم اینکه ترکیبات گیاهی و طبیعی داره و کاملاً با پوست سازگاری داره، اما دمودکس ها رو بلافاصله از بین میبره. هم دمودکس ها هم البته انگل های دیگه، خیلی موارد بوده که شخص دچار در حقیقت انگل دیگری بوده، اونها رو هم از بین میبره، ضمن اینکه خواص ضد ویروسیش هم تایید شده. یعنی به قولی که دوستان میگفت all in one، یعنی در حقیقت هم میتونه دمودکس ها رو برطرف کنه هم مشکلات دیگر. دقیقا همینطور.
نه حتما باید این کار بکنم، اما با روشش. برای کسی که مشکل روزاسیا یا روزاسا به اصطلاح داره و پوستش بسیار حساسه و تراکم و تجمع انگل‌های دمودکس زیاده، اگر این رو با رعایت اون دستورالعملی که در برحال پروتکل اشاره شده رعایت نکنه، ممکنه با در حقیقت یک ریاکشنی مواجه بشیم. اونم به دلیل اینکه وقتی شما تعداد خیلی زیادی از دمودکس ها رو در یک بازه زمانی کوتاه از بین میبرید، این عفونت های درون بدن دمودکس ها میاد بیرون و حالت فلاشینگ و در حقیقت التهاب پیدا میکنه. بنابراین کسی که روزاسه داره یا پوست حساس دارن، حتما بعد این رو با آب رقیق بکنن زمانی که میخوان استفاده کنن. و اون رو تو راهنما، حالا شاید تو این برنامه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، یک پروتکلی هست طبق راهنما اگر رقیق بکنن میتونن در حقیقت به تدریج در طول دوره زمان مشخصی این دمودکس ها رو از بین ببرن بدون اینکه به پوستشون آسیب برسونه. حتی جای نگرانی نیست، یعنی اگر کسی هم احیانا ناخواسته استفاده کرد رو پوستش و التهابی ایجاد شد، التهاب ناشی از کشت و کشتار و مرگ و میر این دمودکس هاست که شما دارین توی بازه خیلی کوتاهی، ولی باید با به مرور و با رعایت دستورالعمل باشه، حتما این کار رو باید انجام بدن. ببینید، برای سورایسس هم مؤثر و خوب هست. یک دلیل کلی داره که من حالا این رو با اجازهتون کوتاه عرض کنم. زمانی که دمودکس ها تراکمشون زیاد میشه، اینها ضمن اینکه حالا از چربی پوست تغذیه میکنن، از مواد معدنی و ویتامین ها هم تغذیه میکنن. در نتیجه به مرور زمان سیستم ایمنی پوست، حالا ما سیستم ارگان اصلی خود پوست رو داریم میگیم، سیستم ایمنی پوست ضعیف میشه. بنابراین اگر بیماری های عارضه های پوستی که حتی مستقیما مرتبط با مسئله دمودکس ها نباشن وجود داشته باشه، از اونجایی که دمودکس ها به صورت غیر مستقیم میان و باعث میشن که ایمنی پوست ضعیف بشه، اون بیماری پوستی، اون عارضه پوستی خود به خود بستر برایش تشدیدش فراهم میشه. پس میشود گفت که به طور کلی برای اینکه ما یک پوستی شاداب و سالم داشته باشیم، فارغ از اینکه آیا اون بیماری های پوستی مستقیما مرتبطن با دمودکس ها، مثل اون مواردی که من عرض کردم، آکنه، روزاسه، خارش، ریزش مو غیره، و یا عارضه پوستی که مستقیما با دمودکس ها مرتبط هم نباشن، باز این محصولات بهشون کمک میکنه. چرا که سیستم ایمنی پوستشون رو دمودکس ها ضعیف میکنن و اون عارضه پوستی مثلا سورایسس تشدید پیدا میکنه. بنابراین حتما لازمه برای سورایسس، برای بسیاری اگزماهای پوستی و غیره، حتما بیان و مسئله دمودکس ها رو جدی بگیرن. اگر تراکم دمودکس بالاست، حتما لازمه که زودتر اقدام کنن. و حتی یه قدم فراتر من بگم، حالا این سوال شما نپرسید، حتی اگه کسی هیچ مشکل پوستی هم نداشته باشه، باز به عنوان پیشگیری براش بسیار موثره. مثل کسی که دندانهای سالم ممکنه داشته باشه، حالا سن کمی داره، ولی میاد و مسواک میزنه، خمیردندون استفاده میکنه که میکروب ها و در حقیقت آلودگی های درون دهان رو از بین ببره و دندانش پوسیدگی و آسیب پیدا نکنه. بنابراین prevention is better than cure دیگه، به هر حال پیشگیری بهتره. حتی تا اون مرحله اگر کسی هیچ مشکل پوستی هم نداره، به کنترل مسئله دمودکس ها میتونه جنبه پیشگیرانه هم داشته باشه. دقیقا. دقیقا. صد درصد. دقیقا همینطوره. دقیقا میگم مثل تکنولوژیی که در دنیا برای بهداشت دهان و دندان سالهاست داره استفاده میشه، دیگه جا افتاده. یعنی هیچ کسی الان شک نداره که باید از سنین کم شروع کنن مسواک بزنن، خمیر دندان استفاده کنن و این میکروب های درون دهانشون رو قبل از اینکه دندان آسیب ببینه برطرف کنن. ولی ما انسان ها غفلت کردیم که دقیقا همون گونه که باید میکروب های درون دهانمون رو کنترل بکنیم با پیشگیرانه، با مسواک و خمیر دندان و رعایت بهداشت دهان و دندان، رعایت بهداشت پوست و موی بدن یکی از در حقیقت فاکتورهاش کنترل دمودکس ها بوده که ما انسان ها ازش غفلت کردیم. و به همین دلیل اهمیت کنترل دمودکس ها کمتر از اهمیت در حقیقت بحث کنترل بهداشت دهان و دندان نیست. پوست ما بسیار نقش مهمی داره، هم از لحاظ سلامتی و هم زیبایی ما، و دمودکس ها مخرب هست.
هستن. ما امیدواریم با اطلاع رسانی، با کمک بزرگانی مثل شما که در انتقال این تکنولوژی غفلت شده و این مسئله مهم نقش مثبت ایفا میکنید، بتونیم این رو به گوش همه مردم عزیز خودمون و بعد جهانیان برسونیم که بدانند در زیر پوستشون انگل‌های مزاحمی وجود داره که اگر اینها رو از سنین کمتر حتی کنترل بکنن با روش‌های صحیح، میتونن پوست و موی بسیار زیباتر داشته باشن. اگر من یادم خودم که بچه بودم، خودم دکتر میدم، خیلی اون زمان مصطلح بود که میگفتن که فلانی اگه دندونش خرابه یا فلانی مثلا پیر شده، و یعنی در حقیقت که علائم پیری رو میذاشتن برای اینکه فلانی دندونش خراب شده. ولی امروزه ما ببینیم با رعایت بهداشت دهان و دندان، افراد بالغ هم الان دندانهای سالمی دارن، اونایی که رعایت میکنن. پوست ما هم همینطوره. اگر ما از بچگی بیاییم و این مسئله دمودکس ها رو، به نظر من حتی نقش آموزش پرورش هم در آینده باید باشه که در دنیا بیان این رو اطلاع رسانی کنن. متاسفانه الان تقریبا اکثر مردم دنیا، حتی پزشکان بسیاری در دنیا، موضوع دمودکس رو باهاش آشنایی ندارن و این یک رسالتیه که انشالله بشه در سراسر دنیا این موضوع معرفی بشه تا مردم بتونن پوست زیباتر و سالمی داشته باشن. من از این بابت شما قدردانی می‌کنم. به. اتاق فرمان شما واقعا باید ازشون تقدیر کرد. من تو برنامه‌هایی که امریکا در خدمت شما بوده هم یادمه که به هر حال پخش می‌کردن و خیلی موثره، برای اینکه seeing is believing دیگه، ببینن مردم که واقعا این موضوع رو جدی بگیرن تا بتونن پوستی سالم و زیبا داشته باشن. البته من الان تصویر شما رو ندارم، ولی خیلی ممنون از ایشون. میکروسکوپ درسته. خواهش میکنم. قطعا بله. خیلی سوال خوبی فرمودید. خیلی مثال همون مثال که خمیر دندون رو من دوباره استفاده میکنم، یعنی همون لحظه ای که ما میخوایم استفاده بکنیم، به دلیلی که ببینید اگر ما بیاییم اینو توی باطل دیگه بریزیم و با آب محلول کنیم و برای دراز مدت نگهداری بکنیم، واکنش هایی که ممکن رخ بده و در حقیقت اون نوع آبی که دارن باش محلول میکنن مشخص نیستش که ترکیباتش مواد معدنی چه هست، توصیه نمیکنیم که این کار رو برای دراز مدت بکنیم. حالا برای همون لحظه اشکالی نداره. دو روش وجود داره، روش ساده. یکی این که خود این محصولات ما، مثلا محصول PDT، یه درب شیشه‌ای داره، میتونن یه مقداری آب داخل اون درب بریزن و بعد یک یا دو اسپری به میزانی که تو راهنما اشاره شده اسپری بکنن، اونو مخلوط کنن و از همون لحظه‌ای که مخلوط کردن استفاده کنن. این یکی. یا اینکه کف دستشون که مقداری حالا آب هست، یه دو قطره سه قطره از اسپری رو میزنن مخلوط میشه. یعنی فرض کنید اگه به نسبت 2:10 یا 3:10 سه قطره اسپری PDT با 10 قطره آب مخلوط میکنن، همون لحظه استفاده کنن. دقیقا مثل مسواک زدن که همون لحظه که ما خواهیم مسواک بزنیم دم دستشویی در حقیقت میام استفاده رو میکنیم. به همین روش. خواهش میکنم. حتما. با افتخار. خواهش.
خواهش میکنم. در ضمن در پایان حسن ختام عرایزم هم عرض کنم که خدمتون به مناسبت فرارسیدن سال نو ما یک آفر 25% هم گذاشتیم، یعنی شرکت برای تمام فارسی زبانان سطح جهان. البته متقارن شده همزمان با ایستر هم هست که به هر دو مناسبت برای سال نو به هر حال یک فرصت مناسبه و ایستر در حقیقت 25% هم الان از تخفیف میتونن استفاده کنن که به هر حال یک کمکی باشه و سال جدید رو که قرن جدید هم هست با شادی شروع میکنن، با سلامتی باشه و سالی باشه جدا و دور از انگلهای دمودکس. قربان شما، سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی محبت فرمودین، روزتون و شبتون خدا نگهدار. خب دوستان عزیز ببخشید من همزمان چون در حقیقت داشتم با امریکا صحبت میکردم و صحبت خوبی بود، سوالات خوبی رو خانم دکتر مطرح کردن، به دلیل اینکه در حقیقت روی تلفن بود صدای خانم دکتر زکریا رو شما عزیزان نداشتید، ولی خب من فکر کنم بیشتر من صحبت میکردم و سوالاتشون در مورد دمودکس ها بود که توضیح دادیم نقش دمودکس ها، اینکه دمودکس ها برای آرزوهای پوستی چه نقشی دارن و چقدر اهمیت داره که ما بدونیم انگل هایی که در زیر پوست ما زندگی میکنن. من اگه از بدین اینجا رو این تصویر بهتون نشون بدم، ببینید انگل های دمودکس، این جانوران کوچولویی که میبینید که موقعی که نوزادن 8 تا پا دارن، 6 تا پا دارن و وقتی بالغ میشن 8 تا، میان در زیر فولیکل مو زندگی میکنن. خب من به اینجا نشون میدم، فولیکل مو، ریشه مو، و دمودکس فلوکلورومیا در زیر ریشه مو، فولیکل مو، و دمودکس بریویس میاد در غدد چربی یا اویل گلند ها، سبشس گلند ها، غدد سباسه. و وقتی که ما شب خواب هستیم این دمودکس ها میان در سطح پوست جفتگیری میکنن، بعد از اینکه جفتگیری کردن دوباره برمیگردن زیر ریشه مو یا غدد چربی، تخمگذاری میکنن و در حقیقت جمعیتشون به مرور بیشتر میشه. وقتی به مرور تراکم جمعیت اینها بیشتر بشه، آرزوهای پوستی مثل آکنه، روزاسه، خارش، چین و چروکای پوست، پوسته شدن و شوره پوست، بلفاریت و اینها جزء آرزوهای پوستی هستند که مستقیماً، من فارسیش هم بهتون نشون بدم، مستقیماً با این تراکم بالای دمودکس ها مرتبط هستن. بنابراین زمانی که ما در حقیقت تراکم جمعیت این انگل ها زیر پوست ما زیاد بشه، مشکلات پوستی ما تشدید میشه. بعضی از این مشکلات پوستی مثلا روزاسه که خب به چند دسته تقسیم میشه، دو دسته اصلیش روزاسه خشک و روزاسه چرب هست، به ویژه روزاسه خشک رو حتی بهش دمودکس روزاسیا هم میگن، به این دلیل که نقش اصلی و مهمی رو دمودکس ها در تشدید مشکل روزاسه دارن. بنابراین ما باید این رو در نظر بگیریم، همون گونه که برای بهداشت درون بدنمون، برای بهداشت دهان و دندانمون اهمیت قائل هستیم، برای بهداشت پوست، صورت، بدن و سرمون لازمه که آگاهی پیدا بکنیم که اگر این تراکم انگل های دمودکس کنترل نشه، دیر یا زود مشکلات پوستی به سمت ما، به سوی ما خواهند آمد. اما بعضی از موارد هست ما اونها رو به عنوان شاید آرزوی پوستی نمیشناسیم یا ازش اسم نبریم، مثل چین و چروک پوست، مثل پیر شدن پوست. یکی از نقش هایی که انگل های دمودکس دارن تسریع پیر شدن پوسته و ما حتی میایم از کرم های زیبایی میخوایم استفاده کنیم، به ویژه بانوان، برای اینکه پوست زیبا و سالم و شادابی داشته باشن و جوانتر نشان داده بشه، میان از کرم های موجود در بازار استفاده میکنن که بسیاری از اونها هم کرم های خیلی خوبی میتونه باشه، منشأ طبیعی و گیاهی داشته باشه. اما اگر این انگل های دمودکس رو از بین نبریم جلوتر، ما داریم به اونها غذا میدیم،
یعنی در حقیقت ما زمانی که میایم و از کرم های پوست استفاده می کنیم برای اینکه مثلا مشکل چین و چروک پوستمون رو بهتر بکنیم و کاهش بدیم، غافل از این هستیم که همزمان داریم به این دمودکس ها هم غذا میدیم. خب پس چه کار باید کرد؟ راهش خیلی ساده است. مثل مثالی که همیشه خدمتتون عرض کردم، مثال باغ و باغچه، زمانی که باغچه ما، گلهای زیبای ما میبینیم که پژمرده دارن میشن و از بین میرن، میایم باغبانمون بهش کود میده، آب هست، نور خورشیده، ولی باز میبینیم کافی نیست، به این نقطه میرسیم که آفتهایی در این باغچه ما هستش و کود نمیتونه آفت رو از بین ببره. نیاز هست، لازم هست، ولی کافی نیست. یعنی به اصطلاح عامیانه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. برای اینکه ما بتوانیم باغچه‌ای شاداب و سالم و گل‌های زیبا و شاداب داشته باشیم، لازمه که در کنار اینکه به باغچه‌مون کود میدیم، آب خوب هست و شرایط به هر حال رشدش رو فراهم کردیم، نور کافی بهش میرسه، مراقب باشیم که در زیر خاک این باغچه ما آفت نباشه یا روی برگ‌های اون آفت نباشه، شته و آفت‌ها و کرم‌ها و انگل‌هایی که درون این باغچه هست شادابی پوست شادابی ببخشید باغچه ما رو از بین میبره. همین اتفاق در مورد پوست ما هم هست. اگه ما پوستمون رو بخوایم یه پوستی سالم و زیبا نگه داریم، در کنار این که باید مراقبت‌های بهداشت پوست و مو رو رعایت بکنیم، یکی از اون مراقبت‌ها کنترل تراکم جمعیت انگل‌های دمودکسه. اگر جمعیت انگل‌های دمودکس رو کنترل نکنیم و از بین نبریم، حتی اگر امروز با مشکلی مواجه نیستیم، در آینده میتونیم مواجه بشیم، یا حتی اگر خودمون در حقیقت با مشکل پوستی مواجه نیستیم، انتقالش به همسرمون، دوستانمون از طریق روبوسی، از طریق استفاده وسایل شخصی غیره، تو این جامعه که به هر حال امروزه ما با توجه به شرایط تراکمی که جمعیت در دنیا داره، حالا خوشبختانه یا متاسفانه باید بگیم در حقیقت یه مقدار مسئله ویروس کرونا که واقعا یک آسیبی در دنیا ایجاد کرد، اما از طرف فرهنگ مردم رو برای در حقیقت تعاملی که با هم دارن یه مقداری اصلاح کرد و این برای بحث دمودکس ها هم تونسته کمک بکنه. اما به هر صورت احتمال انتقال دمودکس ها از یک فرد به فرد دیگه از طریق روبوسی، از طریق استفاده حوله مشترک، روبالشی، وسایل شخصی و غیره بسیار زیاده. برای اینکه ما هم خودمون و هم جامعه‌ای داشته باشیم که از لحاظ بهداشت پوست پوستی سالم و زیبا داشته باشیم، لازمه که همگان، یعنی میشه گفتش که این مسئله ویروس کرونا یک درس خوبی هم برای دنیا داد که ما در جامعه زندگی میکنیم که همه مردمان این جامعه باید به یک سری اصول بهداشتی توجه بکنن و اگر فقط من به تنهایی رعایت بکنم ممکنه کافی نباشه. برای همین ما الان امروز تو اخبار خوندم که فرانسه دوباره برای مدتی ظاهرن 4 هفته لاکداون و قرنطینه رو داره شروع میکنه، این موجه برمیگرده، یعنی یک نیازمند یک در حقیقت عزم اجتماعی هست. در استرالیا که ما هستیم، خب در ملبورن در ایالت ویکتوریا تو یه مقطعی در حقیقت آمار کسانی که دچار مسئله ویروس کرونا شدن زیاد شد و بلافاصله لاکداون کردن و کنترل بسیار سختگیرانه و جرایم سنگین و بعد اومد پایین. الان تقریبا در ویکتوریا مدت طولانیه که به صفر رسیده. در ایالت‌های دیگه داخل استرالیا و حتی خود نیوزلند هم بسیار خوب کنترل کردن. یکی از دلایلش در حقیقت اینه که تمام مردم، حالا چه بر اساس دانش و اعتقادی که به این قضیه داشتن، چه بر اساس قوانین و به هر حال ترس از جرایم یا هر چه، رعایت کردن و این رعایت باعث شد که مسئله ویروس کرونا حداقل توی مقطعی الان کنترل بشه و اگر حالا مسافر خارجی نیاد یا مشکلاتی پیش نیاد، تقریبا ریشه کن شده است الان در کشوری مثل استرالیا. منتها باز اگر عدم رعایت یک سری اصول مثل فاصله گذاری اجتماعی غیر رعایت نشه، مسلما دوباره ریسک این که ویروس دوباره برگرده هست. در مورد دمودکس ها بسیار شبیه، با این تفاوت که ویروس ها به هر حال بسیار ریز هستن و با چشم قابل دیدن نیستن با میکروسکوپ و با شرایط آزمایشگاه سخت. دمودکس ها
قطعا یه مقداری از ویروس ها بزرگترن، یعنی تقریبا اندازشون حدود 0.1 mm to 0.3 mm، یعنی یک دهم میلیمتر تا 0.3 میلیمتر طولشون میرسه، ولی باز هم با چشم غیر مسلح دیده نمیشن. اما این دمودکس ها 8 پا دارن، جفتگیری میکنن، برای خودشون کامیونیتی دارن، میان در سطح پوست ما تغذیه میکنن، جفتگیری میکنن، برمیگردن، تخمگذاری میکنن و جمعیتشون روز به روز بیشتر میشه. اگر این جمعیت تا یه حدی کنترل شده باشه، ما تأثیرش رو در آسیب پوستیمون زیاد نمیبینیم. اما اگر این جمعیت کنترل نشه، تراکم بسیار بالاشون میتونه آرزای پوستی رو تشدید کنه. بنابراین بهتره که کلن از شر این انگل ها راحت بشیم و رعایت بکنیم و بتونیم با استفاده صحیح از محصولات، که حالا محصولات رو الان من برای خانم دکتر زکریا توضیح دادم، مثلا اسپری پرودمیدکس تریتمنت، اسپری پی دی تی که مهمترین محصول هستش، اسپری اس دی تی که مقداری ملایم‌تره. خیلی سوال میکنن تفاوت اسپری پی دی تی و اس دی تی. اس دی تی ملایم‌تر هست، پی دی تی هم روی روبالشی و حوله و وسایل شخصی و هم پوست، البته بعد از این که مقدار پوست سازگار شد استفاده میشه. اسپری اس دی تی یه مقداری ملایم‌تر هست، زودتر میتونن، مثلا کسانی که خانم دکتر زکریا سوال کردن که اگر کسی مشکل مثلا سورایسیس داره یا روزاسه داره یا مشکلات پوستی، طبیعتاً باید رقیق کنن و از درب این استفاده کنن و رقیق بشه. و شامپو و کلینسر دی دی سی، دمودکس دیفنس کلینسر، این هم خیلی مهم هستش. و برای کسانی که حالا مشکلاتی هم در ناحیه اسکال پوست سر دارن، خارش و شوره و ریزش مو و نازک شده مو غیره، از اسپری دی اچ تی هم میتونن استفاده بکنن. اما مهمترین محصول اسپری پی دی تی هست، که خب حالا دوستان عزیز میتونن از این فرصتی که برای سال نو هست و ایستر استفاده کنن و 25% تخفیفی که در حقیقت اعلام شده رو بتونن ازش بهره مند بشن. اگر در داخل ایران هستید، یه مقدار ارسال کالا به داخل ایران محدودیت مواجه هست، بعد از طریق بستگان یا دوستان ارسال بشه، ولی به زودی انشالله برای ایران هم موجود خواهد بود و کالا خواهیم داشت، ولی یه مقدار زمان ممکنه ببره. برای هموطنان فارسی زبانان عزیز، عزیزانی که اهل افغانستان هستن، تاجیکستان هستن، فارسی زبان هستن، این برنامه رو میبینن، به راحتی اگر هر جای دنیا تشریف دارید، امریکا خب خیلی راحت، اروپا به راحتی و به سرعت ما با دی اچ ال براشون ارسال میکنیم و ظرف چند روز محصولات رو دریافت میکنن، همراه با محصولات هم راهنمای استفاده از محصولات داخل راهنما، داخل پکیج هستش، و با مشاورین دمودکس ما هم میتونن در تماس باشن و هر سوالی داشتن در مورد نحوه استفاده از محصولات، مراقبت های مرتبط با بهداشت پوست و مو مبحث دمودکس ها، و همچنین اگر در مورد پروتکل سوالاتی داشتن، حتما با مشاورین در تماس باشن. شاد و پیروز باشید، سال نو رو مجدد بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال جای سالی سرشار از سلامتی باشه، سالی باشه که از دمودکسان فاصله بگیریم و بتونیم موفق و پیروز باشیم. همگی شاد و پیروز باشید، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.